فصل 6. در مورد همه چی اشتباه میکنی، ولی من هم همینطور. 500 سال پیش نقشه‌بردارها معتقد بودند کالیفرنیا یک جزیره است. دکترها معتقد بودند شکافتن گوشت بازوی یک آدم یا خونریزی از هر جای بدن میتونه بیماری ها رو خوب کنه. دانشمندان معتقد بودند که آتش از چیزی به نام فلوگیستون درست شده. زنان معتقد بودند که مالیدن شاش سگ به صورت خواص ضد پیری داره. کیهانشناسان معتقد بودند که خورشید دور زمین میچرخه. وقتی بچه بودم فکر میکردم میان مایه یک جور سبزیه که من ازش بدم میومد. فکر میکردم داداشم یک راه مخفی توی خونه مامان بزرگ پیدا کرده، چون میتونست بدون اینکه از در دستشویی بیاد بیرون خونه رو ترک کنه. هشدار رو رفتن داستان اونجا یک پنجره بود. همچنین فکر میکردم وقتی رفیقم همراه با خانواده به واشنگتن دی سی سفر کردن، یک جورایی در زمان سفر کردن. وقتی نوجوان بودم به همه میگفتن که هیچی برام مهم نیست، ولی واقعیت این بود که خیلی هم برام مهم بود. بدون اینکه متوجه باشم آدم‌ها رو روی زندگی اخلاقی می‌کردم، فکر می‌کردم خوشبختی یک مقصده و نه یک انتخاب. فکر می‌کردم عشق چیزیه که یهوی اتفاق می‌افته و نه چیزی که باید براش تلاش کرد و ساختش. فکر می‌کردم با حال بودن رو باید تمرین کرد و از بقیه یادش گرفت، نه چیزیه که باید نوآورانه واسه خودت بسازیش. وقتی با دوست دخترم تو رابطه بودم فکر میکردم تا آخر عمر با هم میمونیم، ولی بعد وقتی که اون رابطه تموم شد فکر کردم دیگه هیچ وقت اون حس با دختر دیگه‌ای برام تکرار نمیشه. و وقتی اون حس با یک دختر برام تکرار شد فکر کردم که بعضی وقتا عشق کافی نیست. بعدها فهمیدم هر آدمی خودش تصمیم میگیره که چی کافیه و اینکه عشق میتونه هر چیزی باشه که خودمون اجازه میدیم باشه. در هر قدمی از مسیر داشتم اشتباه میکردم در مورد همه چی. همه عمر داشتم در مورد خودم، بقیه جامعه، فرهنگ، دنیا و هستی اشتباه فکر میکردم و امیدوارم بقیه عمرم هم همینجوری باشه. همونطور که مارک حال میتونه به همه نقص‌ها و اشتباهات مارک گذشته نگاه کنه، روزی میرسه که مارک آینده به پیش‌فرض‌های مارک حال از جمله محتویات همین کتاب نگاه کنه و نقص‌های مشابهی رو در بیاره و این چیز خوبی خواهد بود، چون معنیش اینه که رشد کردم. یک جمله معروف مایکل جردن است در مورد اینکه بارها و بارها و بارها شکست خورده و همین باعث موفقیتش بوده. خب من هم همیشه در مورد همه چی اشتباه میزنم و به همین دلیل زندگیم بهتر میشه. رشد یک فرایند تکرار پذیر بی‌پایانه. وقتی چیز جدیدی یاد میگیریم از حالت اشتباه به حالت درست نمیریم، بلکه از حالت اشتباه به حالت یک ذره کمتر اشتباه میریم. و وقتی باز هم چیزهای بیشتر یاد میگیریم، از حالت یک ذره کمتر اشتباه به حالت یک ذره کمتر اشتباه تر از قبلی میریم و همین جوری تا آخر. همیشه در فرایند رسیدن به حقیقت و کمال هستیم بدون اینکه هرگز به حقیقت و کمال برسیم. نباید دنبال جواب درست قایی برای خودمون بگردیم، بلکه باید روش‌هایی که امروز اشتباه فکر می‌کنیم رو بندازیم دور که بتونیم فردا یک ذره کمتر اشتباه باشیم. اگه از این زاویه بهش نگاه بشه، رشد شخصی می‌تونه خیلی علمی باشه. ارزش‌هامون همون فرضیه‌هامون هستن. این رفتار خوب و مهمه، ولی اون یک رفتاره، نه؟ اعمال ما آزمایش‌ها هستن، الگوهای عاطفی و فکری که از کارهامون ناشی میشن، همون داده های آزمایش هستن. چیزی به اسم اصول یا ایدئولوژی کامل وجود نداره.
این تجربه هامون هستن که بهمون میگن چه چیزی برای ما خوبه و چه چیزی خوب نیست. و حتی همون موقع هم تجربه‌مون احتمالاً یک جورایی اشتباهه و از اونجایی که من و شما و همه آدم‌های روی زمین نیازهای متفاوت، زندگی‌های روانشناختی متفاوت و شرایط متفاوتی داریم، هممون بیبرو برگرد به جواب درست متفاوتی درباره معنای زندگیمون و اینکه چجوری باید زندگیش کنیم میرسیم. جواب درست من برای زندگیم سفر تنهایی برای مدت طولانی، خوابیدن در جاهای عجیب و غریب و خندیدن به چیزهایی بود که دور و برم بود. تا همین اواخر هم جوابم همین بود، ولی جوابها تغییر میکنن و تکامل پیدا میکنن، چون من تغییر میکنم و تکامل پیدا میکنم و هرچی بزرگتر میشم و تجربه های بیشتری کسب میکنم، یک ذره از مسیرهای اشتباهی که توش بودم منحرف میشم و هر روز کمتر و کمتر اشتباه میکنم. خیلی از آدم ها اونقدر روی اینکه در مورد زندگیشون حق به جانب باشن خفتی میزنن که هیچ وقت اون رو زندگی نمی کنن. یک زن تنها و مجرد رو در نظر بگیرید که یک همدم میخواد، ولی هیچ وقت از خونه نمیره بیرون و در مورد این قضیه هیچ کاری نمی کنه. یک کارمند رو در نظر بگیرید که ما تحت خودش رو پاره میکنه و معتقده که شایسته ترفیه، ولی هیچ وقت صراحتاً این رو به مافوقش نمیگه. بهشون تلقین شده که از شکست میترسن، از رد شدن، از اینکه یکی بهشون بگه نه. ولی قضیه این نیست. البته که رد شدن درد داره، شکست خیلی بده، ولی یک سری یقین ها هستن که بهشون چنگ میزنیم. یقین هایی که می ترسیم مورد سوال قرار بگیریم یا بی خیالشون بشیم. ارزش هایی که سالها به زندگیمون معنا دادن. اون زن از خونه بیرون نمیره، چون اگه بره مجبور میشه با باورهاش در مورد این که چقدر خواستنی روبرو بشه. اون مرد درخواست ترفیع نمی کنه، چون اگه بکنه مجبوره با باورهاش در مورد این که مهارتهاش واقعا چقدر ارزش دارن روبرو بشه. آسون تره که در یک یقین دردناک که هیچ کسی تو رو جذاب نمیدونه و هیچ کسی قدردان استعدادهای تو نیست بمونی، تا اینکه واقعا اون باورها رو تست کنی و جوابش رو پیدا کنی. اعتقادات اینجوری که من به اندازه کافی جذاب نیستم، پس چرا خودم رو اذیت کنم، یا اینکه رئیسم یک عوضیه پس چرا خودم رو اذیت کنم، طراحی شدن که الان یک حس راحتی نصف و نیمه برامون مهیا کنند و قول شادکامی و موفقیت خفنتری رو در آینده بهمون بدن، اینها استراتژی های بلند مدت افتضایی هستند. ولی با این وجود ما بهشون چنگ میزنیم، چون فکر میکنیم ما درست میگیم، چون فکر میکنیم که میدونیم قراره چه اتفاق بیفته. به عبارت دیگه فکر میکنیم میدونیم این قصه چجوری تموم میشه. یقین دشمن رشته. هیچ چیز قطعی نیست تا وقتی که اتفاق بیفته، که البته اون موقع هم قابل بحثه. برای همینه که پذیرش نقص‌های اجتناب ناپذیر ارزش‌هامون برای هر نوع رشدی ضروریه. به جای تقلا برای قطعیت، ما باید همیشه در جستجوی شک باشیم. شک به باورهامون، شک به حسهامون، شک به چیزهایی که آینده برامون نگاه داشته. مگر اینکه خودمون بریم بیرون و اون رو برای خودمون بسازیم. به جای اینکه دنبال این باشیم که ما رو درست بگیم و حق با ما باشه، باید دنبال این باشیم که همیشه داریم چطوری اشتباه میزنیم. چون داریم همیشه اشتباه میزنیم. اشتباه زدن فرصت رو برای تغییر و رشد مهیا میکنه و این یعنی یک بریدگی بزرگ توی بازو ایجاد نکنی که یک سرماخوردگی رو معالجه کنی، یا اینکه شاش سگ رو توی صورتت نباشی که جوانتر به نظر بیای. یعنی فکر نکنی میان مایه یک سبزیه، یعنی نگرانی نباشی
که به بعضی چیزها اهمیت بدی. یک چیز عجیب ولی واقعی اینجا هست. ما واقعا نمیدونیم تجربه مثبت یا منفی چیه. ممکنه بعضی از سخت‌ترین و دردناک‌ترین لحظه‌های زندگی رو سازنده‌ترین و انگیزه بخش‌ترین لحظه‌هامون بدونیم، یا بعضی از بهترین و لذت بخش‌ترین تجربه‌های زندگیمون هم ممکنه مخرب‌ترین و انگیزه پرون‌ترین تجربه‌هامون باشن. به برداشت خودتون از تجربه‌های مثبت یا منفی اعتماد نکنید. همه اون که با قاطعیت می‌دونیم اینه که الان در این لحظه چه چیزی درد داره و چه چیزی درد نداره. و راستش این موقع نمی‌ارزه. درست همونطور که ما با وحشت به زندگی انسان‌های 500 سال پیش نگاه می‌کنیم، می‌تونیم تصور کنم که آدم‌های 500 سال بعد هم به ما و چیزهایی که امروز مسلم میدونیم میخندن. بهمون میخندن که چجوری اجازه میدیم پول و شغل زندگی هامون رو تعریف کنن. بهمون میخندن که چجوری میترسیدیم نسبت به کسانی که دوستشون داریم ابراز قدردانی کنیم، ولی از اون برای سلبریتی هایی که لایق هیچ نبودن کلی قلب و تحسین فرستادیم. به سنت ها و خرافات هامون، به نگرانی ها و جنگ هامون خواهند خندید. بیرحمیمون رو تمسخر می کنند. هنر ما رو مطالعه می کنند و در مورد تاریخمون بحث می کنند. اونها به حقایقی در مورد ما دست پیدا می کنند که هیچ کدوم از ما هنوز ازش با خبر نیستیم. و اونها هم اشتباه خواهند زد. فقط یک ذره کمتر از ما. معمارهای باورهای خودمان. این کار رو امتحان کنید. یک آدم معمولی رو ببرید توی اتاقی و چند تا دگمه بذارید جلوش. بعد بهش بگین اگه کار خاصی انجام بدی، حرکت یا الگویی تعریف نشده که خودشون باید پیداش کنن، چراغ روشن میشه و این یعنی یک امتیاز. بعد بهش بگین که خب، برو ببین توی 30 دقیقه چند امتیاز میتونی کسب کنی. وقتی روانشناسان این کار رو کردن، نتیجه چیزی شد که شاید خودتون هم انتظارشو داشته باشید. آدم ها میشینن و همینجور الکی و تصادفی شروع میکنن به کوبیدن روی دکمه ها تا وقتی که در نهایت چراغ روشن میشه و بهشون میگه که 1 امتیاز گرفتن. بعد منطقا سعی میکنن همون کاری رو که کردن تکرار کنند که امتیازهای بیشتری بگیرند. ولی قضیه اینه که چراغ دوباره روشن نمیشه. پس سعی میکنند الگوهای پیچیده تری رو آزمایش کنند. این دکمه رو 3 بار بزنند، این یکی رو 1 بار بزنند، 5 ثانیه صبر کنند، دینگ، 1 امتیاز دیگه. ولی این یکی هم در نهایت از کار میفته. بعد با خودشون فکر میکنند شاید قضیه اصلا به دکمه ها ربط نداره. شاید به نحوه نشستنم ربط داره یا چیزهایی که لمس میکنم. شاید هم با پاهام مربوط میشه، دینگ، 1 امتیاز دیگه. آره شاید پاهامه و بعدش باید این دکمه رو فشار بدم، دینگ. به طور کلی در عرض 10 تا 15 دقیقه هر کسی به الگو خاص خودش برای کسب امتیاز رسیده و معمولا چیز عجیب و غریبیه. مثلا ایستادن روی 1 پا یا 1 الگوی طولانی از دکمه ها که در بازه زمانی خاصی فشار داده بشه در حالی که داری به جهت مشخصی نگاه میکنی. ولی قسمت بامزه ماجرا اینجاست که امتیازها واقعا تصادفی و علکی هستند. هیچ الگویی وجود نداره. فقط چراغی هست که با 1 صدای دینگ روشن میشه. و آدم هایی که دارن کله ملق میزنن و فکر میکنن کاری که دارن میکنن بهشون امتیاز میده. هدف از این آزمایش غیر از سادیسم طراحش اینه که نشون بده ذهن ما آدم ها چقدر مستعد اینه که چیزهای غیر واقعی و ابداع کنن و بهشون باور پیدا کنن. و همونطور که آزمایش نشون داده ظاهرا خیلی هم توی این کار خوبیم.
هر کسی که از اتاق میاد بیرون مطمئنه که پرده از معمای آزمایش برداشته و بازی رو برده. همشون باور دارن که الگوی صحیح دکمه ها که بهشون امتیاز میده رو کشف کردن. ولی راه حل هر کدومشون منحصر به فرده. مثل تک تک اون آدم ها، یک مرد به الگوی طولانی از دکمه ها رسیده بود که برای هیچ کس جز خودش معنی نداشت. یکی از دخترها به این نتیجه رسیده بود که باید به تعداد مشخصی به سقف ضربه بزنه تا امتیاز بگیره. وقتی از اتاق اومد بیرون، خسته و کوفته شده بود. مغز ما ماشین معنا پردازیه. چیزی که ما به عنوان معنا درک می‌کنیم محصول پیوندهایی که مغز ما بین دو یا چند تجربه می‌سازه. ما یک دکمه رو فشار میدیم، بعد یک چراغ روشن میشه. ما فکر میکنیم که دکمه باعث شده چراغ روشن بشه. این قضیه اساس معناست. دکمه، چراغ، چراغ، دکمه. ما یک صندلی میبینیم، متوجه میشیم که خاکستریه. بعد ذهن ما پیوند میان رنگ خاکستری و صندلی رو ترسیم میکنه و یک معنا میسازه. اون صندلی خاکستریه. ذهن ما همش داره سرصدا میکنه و دم به دقیقه پیوندهای بیشتر و بیشتری رو ایجاد میکنه تا به همون کمک کنه محیط پیرامونمون رو بفهمیم و کنترلش کنیم. هر چیزی در مورد تجربه هامون، چه داخلی و چه خارجی، داخل مغزمون پیوند و اتصالات جدید ایجاد میکنه. هر چیزی از کلمات روی این صفحه گرفته تا مفاهیم گرامری که برای کدگشایی از این کلمات استفاده میکنی تا خیالات کثیفی که ذهنت بهش سفر میکنه، مخصوصا وقتی نوشته هام حوصله سربر و تکراری میشه، هر کدوم از این افکار، تکانه ها و ادراک ها از هزاران هزار اتصال عصبی تشکیل شده که کنار هم جرقه میزنن و با سائقه های دانش و فهم ذهنت رو روشن میکنن. ولی دو تا مشکل وجود داره. اول اینکه مغز ناقصه. ما چیزهایی که میبینیم و میشنویم رو اشتباه میگیریم، چیزهایی رو فراموش میکنیم یا اینکه رخدادها رو خیلی راحت سوء برداشت میکنیم. دوم اینکه ما معنایی رو برای خودمون میسازیم و ذهن طوری طراحی شده که به اون معنا چنگ بزنه. به سمت معنایی که ذهن ساخته جانبگیری داریم و تمایلی نداریم که بیخیالش بشیم. حتی اگر مدرکی ببینیم که با معنایی که ساختیم در تضاده، معمولا نادیدش میگیریم و به اعتقادمون ادامه میدیم. یک کمدین هست به اسم ایمو فیلیپس که یک بار گفت یادمه معتقد بودم که مغز خفن‌ترین عضو بدنمه. بعد متوجه شدم کی داره این رو به هم میگه؟ واقعیت تلخ اینه که بیشتر چیزی که فکر میکنیم، میدونیم و بهش باور داریم محصول اشتباهات و سوگیری هایی که در مغز ما حضور دارند. خیلی از ارزش هامون محصول رویدادهایی هستند که نماینده دنیا در سطح کلان نیستند، با اینکه نتیجه یک گذشته کاملا کشف شدند. نتیجه همه اینها بیشتر باورهامون غلطن. بیشتر باورهامون غلطن، یا اگه بخوام دقیق‌تر باشید همه باورهامون غلطن، فقط بعضی هاشون یک ذره کمتر غلطن. ذهن انسان ملغمه ای از نادرستی هاست و اگر که این قضیه میتونه آزارنده باشه براتون، ولی پذیرش این که مفهوم به طرز عجیبی مهمه که در ادامه بهتون میگم چرا. مراقب باش به چه اعتقاد داری. در سال 1988 مردیس ماران، نویسنده و ژورنالیست فمینیست، وقتی که پیش روان درمانگر میرفت چیزی فهمید که لرزه بر اندام و زندگی و همه چیزش انداخت. اینکه وقتی بچه بود پدرش بهش تجاوز کرده. شوک بزرگی بود. یه خاطره سرکوب شده که بیشتر دوران بلوغش متوجهش نشده بود. ولی در سن 37 سالگی به روی پدرش آورد
و به همه خانواده گفت که چه اتفاقی افتاده. حرفهای مردیس همه خانواده را شوکه کرد. پدرش گفت که عمرن هم چه کاری نکرده و همه چیز رو کتمان کرد. بعضی از اعضای فامیل طرف مردیس رو گرفتند و بعضی هم طرف پدرش رو. شجر نامه به دو طرف تقسیم شده بود. درد مثل سرب مذاب توی شاخه‌هاش می‌خزید و همه رو پاره می‌کرد. بعدها در سال 1996 مردیس به یک روشنگری پشمیزون جدید رسید که راستش پدرش همچه کاری نکرده بود. مردیس با کمک یک درمانگر که البته نیتی بدی نداشت این خاطره را اختراع کرده بودن. احساس گناه داشت از درون می‌خوردش و در طول بقیه عمر پدرش سعی کرد باهاش و با بقیه اعضای خانواده آشتی کنه. ازشون معذرت خواهی کنه و براشون داستان رو توضیح بده. ولی دیر شده بود. پدرش فوت شد و اون خانواده دیگه مثل سابق نشد. کاشف به عمل اومد که مردیس توی این تجربه تنها نبوده. بعدها توی کتاب زندگی نامش دروغ من داستان واقعی یک خاطره غیر واقعی نوشت که در دهه 1980 میلادی خانم‌های زیادی مردهای خانواده رو به سوء استفاده های جنسی متهم کردند که البته چند سال بعد همشون پشیمون شدند و ادعاشون رو پس گرفتند. به طور مشابه آدم‌های زیادی هم ادعا کردند که طی همون دهه یک سری مکتب شیطانی را افتاده که بچه‌ها رو مورد آزار جنسی قرار میدن که با وجود تجسس گسترده پلیس در شهرهای زیادی هیچ وقت مدرکی داله بر این رفتارهای جنون‌آمیز پیدا نشد. چرا یهو آدم‌ها شروع کرده بودند به اختراع کردن خاطرات آزار جنسی در خانواده و مکتب‌های عجیب و غریب و چرا همه این ماجراها در دهه 80 اتفاق افتاد؟ وقتی بچه بودی اون بازی به بغلی بگو رو بازی کردی؟ همون که تو یه چیزی تو گوش بغلی زمزمه می‌کنی و اون هم توی گوش بغلی و همین جور میره تا آخر. بعد می‌فهمی چیزی که نفر آخر می‌شنوه کاملاً با چیزی که تو گفتی فرق می‌کنه. خب راستش حافظه ما هم همین جوری کار می‌کنه. یه چیزی رو تجربه می‌کنیم، چند روز بعد اون رو یه خورده متفاوت به یاد میاریم، طوری که انگار توی گوشمون زمزمه شده و ما هم اشتباه شنیدیمش. بعد اون رو برای یکی دیگه تعریف می‌کنیم و خب مجبور میشیم چند تا از چاله‌چوله‌های داستان رو با شاخ و برگ‌های پر کنیم که داستانمون معنایی داشته باشه و به طرف مقابل ثابت کنیم که دیوونه چیزی نیستیم. بعد خودمون هم این چاله های پر شده رو باور می کنیم و دفعه بعد هم اونها رو می گیم. فقط چون واقعی نیستن یه خورده اشتباه برداشتشون می کنیم. و یک سال بعد شبی که خوب مست کردیم و داریم قصه رو برای دوستامون تعریف می کنیم یه خورده دیگه هم به شاخ و برگ اضافه می کنیم. اوکی، بیا صادق باشیم. فکر کنم حدود یک سوم داستان رو می بافیم. ولی هفته بعد که کاملا از مستی در اومدیم نمیخوام اعتراف کنیم که یک خالیبند بیخاصیت هستیم. پس به ورژن تحریف شده و آب و تاد و داده شده قصه‌مون پایبند میمونیم. 5 سال بعد قصه به قرآن قسم به جون مادرم راست میگم دروغگو سگه، در بهترین حالت 50% واقعیه. هممون همچه کارهایی میکنیم. من هم میکنم، شما هم میکنید. صرف نظر از این که چقدر صادق و با حسن نیت هستیم، همواره در یک حالت گمراه کردن خودمون و دیگران هستیم. چرا؟ صرفاً به این دلیل که مغز طراحی شده که کارا باشه نه دقیق، نه تنها حافظمون رو فاتحه خونده، تا حدی فاتحه‌ای که در دادگاه شاهدان عینی هم لزوماً جدی گرفته نمی‌شن، بلکه مغزمون هم به طور وحشتناکی سوگیری‌های عجیب غریبی داره. چجوری میشه که اینجوری میشه؟ خب مغز ما همیشه داره سعی می‌کنه
شرایط کنونی رو بر اساس چیزهایی که تا الان بهش باور داریم و تجربه کردیم پردازش کنه و ازشون معنا بسازه. هر برش از اطلاعات جدید بر اساس ارزش‌ها و نتیجه گیری‌هایی که از قبل داریم سنجیده میشه. در نتیجه مغزمون همیشه به سمت چیزی که حس می‌کنیم در لحظه اکنون درسته جانبگیری داره. در نتیجه وقتی با خواهرمون رابطه خیلی خوبی داریم، بیشتر خاطراتمون با اون رو در یک پرتوی مثبت روشن به یاد میاریم، ولی وقتی رابطمون باش بوی گند میده، ناخودآگاه همون خاطرات رو یه جور دیگه میبینیم و اونها رو یه جوری بازخلق میکنیم که خشم کنونی ما نسبت به خواهرمون رو توضیح بده. اون کادوی بامزه‌ای که عید پارسال به امداد حالا خیلی تحقیرآمیز و خود بزرگ بینانه جلوه میکنه. اون دفعه که یادش رفت ما رو به ویلاشون دعوت کنه، الان دیگه یک اشتباه معصومانه نیست، بلکه یک گناه کبیره میشه. قصه ساختگی مردیس از آزار جنسی خیلی بیشتر منطقی جلوه میکنه وقتی که ارزش‌های مردیس و خواستگاه باورهاش رو درک کنیم. اول از همه مردیس بیشتر طول عمرش یک رابطه پرتنش و سخت با پدرش داشت. دوم، مردیس بارها و بارها در رابطه صمیمی با مردها سرخورده شده بود و یک ازدواج ناموفق هم داشت. در نتیجه از میان ارزش‌هایی که داشت، رابطه نزدیک با مردها چنگی به دلش نمی‌زد. بعد در اوایل دهه 1980 مردیس به یک فیمینیست افراطی تبدیل شد و شروع کرد به تحقیق در مورد آزار جنسی کودکان. هر روز با چند داستان وحشتناک آزار جنسی مواجه می شد و سالها با قربانی های آزار جنسی خانگی که بیشترشون دختر بچه ها بودن کار کرد. همچنین خیلی پیگیر برای برخی از پژوهش های اون زمان گزارش تهیه می کرد. پژوهش هایی که بعدها مشخص شد به طرز اغراق‌آمیزی شیوع آزار جنسی کودکان رو دست بالا تخمین زده بود. یکی از مشهورترین اون پژوهش ها ادعا می کرد که از هر 3 زن بالغ یک نفر در دوران کودکی مورد تعرض جنسی قرار گرفته، آماری که بعدها غلط بودنش مشخص شد. و مهمتر از همه این ها، مردیس وارد یک رابطه عاشقانه با یک زن دیگه شد، یک قربانی آزار جنسی خانگی. رابطه مسمومی داشتن و خیلی در هم تنیده و وابسته هم بودن. مردیس مدام داشت سعی می کرد پارتنرش رو از گذشته روان خراشش نجات بده. پارتنرش هم مدام از گذشته دردناکش به عنوان سلاحی برای جلب ترحم مردیس استفاده می کرد. در فصل 8 در این مورد قضیه و مرزها صحبت خواهیم کرد. در ضمن رابطش با پدرش از این که بود بدتر هم شد، چون خب پدرش از این قضیه که دخترش با یک لیزین وارد رابطه شده خیلی خوشحال نشد. مردیس یک جور وسواس گونه می رفت روان درمانی. روان درمان های مردیس که ارزش ها و باورهای خودشونو داشتن، اصرار داشتن که ریشه حال همیشه خراب و افسرده مردیس نمی تونه صرفا شغل ناراحت کننده و استرسای اون یا رابطه های داغونش باشه. باید یه چیز دیگه ای باشه، یه چیز عمیق‌تر. هولوش همین دوران بود که فرم جدیدی از روان درمانی به اسم درمان به روش بازیابی خاطره سرکوب شده مد شده بود. در این روش درمانی درمانگر فرد مراجع رو می برد به یک حالت نیمه هوشیار و ازش می خواست که خاطرات فراموش شده کودکی رو ریشه یابی کنه و دوباره تجربهشون کنه. این خاطرات اغلب خیلی خوشخیم و بی خطر بودند.
ولی ایده این بود که حداقل چند تاشون ممکنه روانخراش هم باشن. پس ما بنده خدا ملیدیس رو داریم که بی‌نواست و هر روز داره در مورد آزار جنسی خانگی کودکان تحقیق میکنه. از دست پدرش خشمگینه، همه عمرش از روابط ناموفق با مردها رنج کشیده و تنها کسی که ظاهراً بهش عشق میده و درکش میکنه یک زن دیگه است که اون هم قربانی آزار جنسی خانگیه. اوه، و یک روز در میان روی یک کاناپه دراز میکشه و درمانگرها بارها و بارها ازش میخوان چیز رو بیاد بیاره که نمیتونه. همه مواد لازم و دستور پخت عالی برای ابداع یک خاطره آزار جنسی آماده است. خاطره ای از چیزی که هیچ وقت اتفاق نیفتاده. مهمترین اولویت ذهن ما وقتی که تجربه ها رو پردازش میکنه اینه که اونها رو طوری تفسیر کنه که با همه تجربیات، حسا و باورهای قبلیمون همخونی داشته باشه. ولی اغلب اوقات در زندگی وارد شرایطی میشیم که گذشته و حال همخونی ندارن. در این شرایط چیزی که داریم تجربه میکنیم جلوی چشم همه چیزهایی که در مورد گذشتمون درست و منطقی پذیرفتیم به پرواز در میان. ذهن در تلاش برای ایجاد همخوانی گاهی خاطرات قلابی میسازه. با ربط دادن تجربه های الانمون با اون خاطرات خیال پردازی شده، ذهن بهمون اجازه میده هر معنایی رو که تا الان برای خودمون تثبیت کردیم رو نگه داریم. همانطور که قبلا هم گفتم، داستان مردیس منحصر به فرد نیست. در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 صدها انسان بیگناه در شرایطی مشابه به اشتباه مورد اتهام تعرض جنسی قرار گرفتند و خیلی هاشون هم به زندان رفتند. برای کسانی که از زندگیشون راضی نبودن، این دلایل پیشنهادی و ترکیبش با آب و تاب‌های احساسی رسانه‌ها چیزهایی می‌گفتند تو این مایه‌ها که اپیدمی آزار جنسی و خشونت شیطان پرستا دنیا رو گرفته و شاید شما هم قربانی این ماجرا باشید. ناخودآگاه این آدم‌ها رو تشویق می‌کرد که یه خورده خاطرات خودشون رو گول بزنن و رنج کنونیشون رو یه جوری توضیح بدن، طوری که بتونن خودشون رو قربانی بدونن و از بار مسئولیت شونه خالی کنن. و اینجا بود که درمان به روش بازاریابی حافظه سرکوب شده وارد ماجرا شد تا این ناملایمات ناخودآگاه رو بیرون بکشه و اون رو به فرمی از حافظه ملموس تبدیل کنه. این فرایند و طرز فکری که ازش ناشی می شد اینقدر متداول شد که یک اسم براش گذاشتند: سندروم حافظه اشتباه. این قضیه روش کار دادگاه ها رو هم تغییر داد. از هزاران درمانگر شکایت شد و خیلی هاشون خلع مجوز شدند. درمان به روش بازیابی حافظه سرکوب شده منسوخ و روش‌های کارآمدتری جایگزینش شد. مطالعات اخیر فقط روی درس‌های دردناک اون دوران سهم می‌گذارند. باورهای ما بسیار شکل‌پذیرند و حافظه ما به طرز وحشتناکی غیر قابل اتکا. کل پند و اندرز سنتی و متعارف اون بیرون هست که بهتون میگن به خودت اعتماد کن، با حس ششم برو جلو و خیلی از این کلیشه های به ظاهر خوشایند. ولی شاید جواب این باشه که کمتر به خودت اعتماد کنی. به هر حال اگر قلب و ذهنمون اینقدر غیر قابل اتکا هستن، شاید باید بیشتر و بیشتر تمایلات و انگیزه هامون رو زیر سوال ببریم. اگه همیشه و در هر زمانی داریم اشتباه میزنیم، پس آیا شک به خود و به چالش کشیدن سفت و سخت باورها و پیش فرض هامون تنها
مسیر منطقی به سمت پیشرفت نیست؟ این قضیه شاید ترسناک و خودفریب به نظر برسه، ولی کاملا برعکسشه. این گزینه نه تنها مطمئن تره، بلکه خیلی هم رهایی بخشه. خطرات قاطعیت محض. ارین روبروی من نشسته توی این رستوران ژاپنی و داره سعی میکنه توضیح بده که چرا به مرگ اعتقاد نداره. تقریبا 3 ساعت گذشته و دقیقا 4 رول سوشی خیالی خورده و 1 بطری کامل ساکی رو نوشیده. ساعت 4 اصل 3 شنبه. من دعوتش نکرده بودم. خودش از طریق اینترنت فهمیده بود که من کجا هستم و خیلی سریع خودش رو به اینجا رسونده بود. این دومین بار بود که همچه کاری میکرد. قبلا همین کار رو کرده بود. میدونی؟ ارین قاطعانه باور داره که میتونه مرگ رو درمان کنه و باور داره که در این راه به کمک من نیاز داره. ولی کمکی که از من میخواد کسب و کاری یا این حرفا نیست. اگه فقط در زمینه بازاریابی یا روابط عمومی به توسعه های من نیاز داشت مسئله این نبود. نه، قضیه بیشتر از این هاست. نیاز داشت که من دوست پسرش باشم. چرا؟ بعد از 3 ساعت سینجین و 1 بطری ساکی هنوز مشخص نیست. اوه، در ذهن نامزدم هم با ما تو رستورانه. به نظر ارین مهم بود که اونم در این بحث باشه. ارین به دوست دخترم که البته الان همسرمه گفت میخوام بدونی که من مایلم مارک رو باهات شریک شم و اینکه میخوام حس نکنی که برات یک تهدید به حساب میام. من با ارین در یک سمینار خودیاری در سال 2008 آشنا شدم. به نظر میومد آدم مهربون و قشنگی باشه. یه خورده فاز عرفانی، متافیزیکی، انرژی های کیهانی داشت. ولی خب یک وکیل بود و در یکی از دانشکده‌های آیولیک درس خونده بود و خب مشخصاً آدم باهوشی بود و به شوخی‌هام می‌خندید و فکر می‌کرد من باومزه‌ام. در نتیجه با شناختی که از من دارید باش رابطه برقرار کردم. 1 ماه بعد به این پیشنهاد داد که از این سر آمریکا بکنم و برم اون سر آمریکا و با اون زندگی کنم. این برای من حکم اولین پرچم قرمز رو داشت. در نتیجه ارتباطم رو باهاش خیلی کم کردم. در جواب بهم گفت که اگه پیشنهادشو رد کنم دست به خودکشی میزنه. اوکی، اینم دومین پرچم قرمز. بلافاصله اون رو در همه شبکه‌های اجتماعی که داشتم بلاک کردم. این کار سرعتشو کم میکرد ولی متوقفش نمیکرد. سالها قبل از این که من با ارین آشنا بشم اون تصادف سختی کرده و تقریبا جونشو از دست داده بود. در واقع از لحاظ پزشکی برای چند لحظه رفت. همه فعالیت‌های مغز متوقف شد. ولی به طرز معجزه‌آسایی نجات پیدا کرد. وقتی برگشت گفت که همه چی براش تغییر کرده. به یک آدم عرفانی و معنوی تبدیل شده بود. خیلی هم به انرژی درمانی، فرشته‌ها، خرد کیهانی باور پیدا کرده بود. معتقد بود که به یک شفا دهنده تبدیل شده که میتونه فکر و احساسات دیگران رو بخونه و به هر دلیلی که خدا میدونه بعد از ملاقات با من تصمیم گرفته بود که تقدیر میخواد من و اون با همدیگه دنیا رو نجات بدیم و از خودش نقل میکنم که مرگ رو درمان کنیم. بعد از اینکه بلاکش کردم ایمیل های جدیدی درست کرد و گاهی در 1 روز چندین ایمیل طولانی و غضبناک برام میفرستاد. حساب‌های قلابی فیسبوک و توییتر ساخت و با اونا من و آدمای نزدیکم اذیت می‌کرد. حتی یک وبسایت مشابه با وبسایت من ساخت و توش اراجیفی می‌نوشت که من دوست پسرش بودم، بهش دروغ گفتم، خیانت کردم، بهش قول ازدواج دادم و ما به هم تعلق داریم و اینجور چیزها. وقتی باهاش تماس گرفتم که سایت رو بیاره پایین به هم گفت به شرطی این کار رو میکنه که با یک پرواز برم کالیفرنیا و با اون باشم. و در تمام این مدت توجیهی که داشت تغییر نکرد. میگفت تقدیر میخواد که من با اون باشم.
این دستوری از جانب خداوند بود و فرشته ها بشارت دهنده عصری جدید از صلح ابدی برای جهانیان بودند. آره واقعا اینها رو به من میگفت. تا اون لحظه که توی رستوران نشسته بودیم هزاران ایمیل برام فرستاده بود. چه جوابشون رو داده بودم و چه نه، چه با احترام جواب داده بودم چه با خشم. هیچ چیز تغییر نکرده بود. نظرش هرگز عوض نشد. باورهاش تکون نخوردن. 7 سال بود که ما درگیر این ماجرا بودیم. و همونجا در اون رستوران کوچیک ژاپنی که ارین داشت ساکه ها رو سر می کشید و در مورد اینجور چیزها با انرژی درمانی سنگ کلیه گربش رو درمان کرده چرت و پرت می گفت، یه چیزی به ذهنم رسید. ارین یک معتاد رشد شخصیه. هزاران دلار رو صرف کتاب‌ها و سمینارها و دوره‌ها می‌کنه. رویای خودشو داره، مصرانه دنبالش می‌کنه. هدف رو جلوی چشماش تصور می‌کنه و عمل می‌کنه. با پس زدن‌ها، شکست‌ها پوسکلفت‌تر میشه. دوباره بلند میشه و دوباره تلاش می‌کنه. به طرز بی‌رحمانه‌ای مصممه. خیلی هم به خودش اطمینان داره. منظورم اینه که یک جوری از شفا دادن گربش حرف میزنه که تو گویی عیسی مسیحه. بی خیال بابا. ولی با این وجود ارزشاش به حدی الکیان که هیچ کدوم از اینها هیچ اهمیتی نداره. یعنی این واقعیت که همه چیز رو درست انجام میده باعث نمیشه که خودش هم آدم درستی باشه. قاطعیتی در این آدم هست که در مقابل تسلیم شدن مقاومت میکنه. حتی بارها و به زبانهای مختلفی رو به من گفته که خودشم میدونه این قفلی زدنها کاملا منطقی و ناسالمه و جفتمون رو ناشاد میکنه، ولی به دلایلی حس میکنه خیلی درسته و نمیتونه نادیدش بگیره و بی خیال این داستان بشه. اواسط دهه 1990 میلادی روانشناسی به نام برودی با مایستر شروع کرد به پژوهش در مورد مفهوم شرارت. اساس کارش این بود که آدم‌هایی که کارهای بدی انجام می‌دادند رو رصد می‌کرد و در مورد اینکه چرا همچین کاری می‌کردند تحقیق می‌کرد. اون زمان باور عمومی بر این بود که آدم‌ها کارهای بد می‌کنند چون حس بدی نسبت به خودشون دارند، که یعنی اعتماد به نفس کمی دارند. یکی از اولین یافته‌های غافلگیر کننده بالمایستر این بود که در اکثر مواقع اینجوری نیست. در واقع معمولاً عکس این قضیه درسته. بعضی از خبیث‌ترین تبهکاران خیلی حس خوبی نسبت به خودشون داشتند که همین قضیه باعث می‌شد آسیب زدن و بی احترامی به بقیه رو برای خودشون توجیه کنند. برای اینکه یک آدم در مورد آسیب زدن به بقیه و انجام کارهای وحشتناک حس موجهی پیدا کنه، لازمه که یک نوع اطمینان سفت و سخت نسبت به باورها و حقانیتش داشته باشه. نجات پرست ها رفتارهای نجات پرستانه می کنن چون به برتری ژنتیکیشون یقین دارن. متعصب‌های مذهبی خودشون رو منفجر می کنن و جون صدها نفر رو میگیرن چون در مورد جایگاه خودشون در بهشت به عنوان یک شهید اطمینان راسخ دارن. مردها به زنها تجاوز میکنن چون اعتقاد دارن بدن زنها حق مسلم اونهاست. آدمهای شرور هیچ وقت باور ندارن که خودشون شرور هستن، بلکه معتقدن که بقیه آدمها شرورن. در یک آزمایش بحث‌انگیز که خیلی ها به اسم آزمایش میلگرام می‌شناسند، پژوهشگران به آدم‌های معمولی گفتند که می‌تونن بقیه داوطلب‌ها رو اگر یک سری قوانین رو زیر پا گذاشتن مجازات کنن. و همین کار رو هم کردن. حتی به جاهایی کار به مجازات فیزیکی هم رسید. تقریباً هیچ کدوم از مجازاتگرها اعتراضی نکرد یا توضیحی نخواست. برعکس خیلی هاشون داشتن از مسلم بودن حقانیت اخلاقی که توسط این آزمایش بهشون اعطا شده بود کیف می کردن.
مشکل اینجاست که اطمینان نه تنها دست یافتنی نیست، بلکه دنبالش رفتن هم نگرانی های بیشتر و نقطه ضعف های بدتری به بار میاره. خیلی ها نسبت به قابلیت هاشون در محیط کار یا میزان حقوقی که باید دریافت کنن اطمینانی تزلزل ناپذیر دارن، ولی این اطمینان حالشون رو بدتر میکنه و نه بهتر، چون هی میبینن که بقیه جلوی چشمشون ترفیع میگیرن و این باعث میشه تحقیر بشن. حس میکنی مورد قدش نشناسی قرار گرفتی و کار رو دست کم گرفته شده. حتی رفتاری ساده مثل دزدکی نگاه کردن به اسمس های دوست پسرت، یا این که از یک دوست بخوای بهت بگه بقیه در مورد چی فکر میکنن، از همین ضعف ها حس ناامنی و این تمایل دردناک نسبت به اطمینان نشأت میگیره. میتونی اسمس های دوست پسرت رو چک کنی و چیزی هم پیدا نکنی، ولی به ندرت پیش میاد که این پایان ماجرا باشه، چون بعدش به این فکر میکنی که نکنه گوشی دومی هم داشته باشه. ممکنه بعد از این که یک فرصت ترفیع رو از دست دادی حس کنی مطابق شأنت با رفتار نشده و حتی شاید زیر پا گذاشته شدی، ولی این باعث میشه نسبت به همکارات بی‌اعتماد بشی و به هر حرفی که بهت میزنن یه جور دیگه تعبیر کنی و در مورد حسی که نسبت به تو دارن یه جور دیگه فکر کنی، که همین قضیه باعث میشه احتمال اینکه ترفیع بگیری رو کمتر و کمتر کنه. میتونی پیگیرانه بری دنبال اون کسی که فکر میکنی باید با هم باشین، ولی هر بار که پس زده میشی و هر شبی که تنهایی صبح میکنی فقط باعث میشه از خودت سوال بپرسی که کجای کارت اشتباهه، و در همین لحظه های ناامنی و ضعف، همین لحظه های ناامیدی مأس که ما مستعد یک خودمحقبینی نابکار میشیم. اعتقاد به این که ما استحقاق این رو داریم یه خورده تقلب کنیم که در مسیرمون جلو بریم، که آدم های دیگه مستحق مجازات و تنبیه هستند، و اینکه ما محق هستیم چیزی که میخوام رو برداریم، اگرچه با استفاده از خشونت و تعرض. و دوباره قانون معکوس، هرچه بیشتر سعی کنی در مورد چیزی مطمئن باشی بیشتر احساس نامطمئنی و ناامنی و ضعف میکنی. ولی وارونش هم درسته، هرچه بیشتر نامطمئن بودن و جاهل بودن رو در آغوش بکشی از دونستن چیزهایی که نمیدونی حس بهتری بهت دست میده. عدم اطمینان قضاوت‌های ما نسبت به دیگران رو از بین میبره. از کلیشه ساختن‌ها، نگاه غالبی به دیگران و سوگیری‌های ما نسبت به آدم‌های داخل تلویزیون، محیط کار یا خیابون پیشگیری می‌کنه. عدم اطمینان حتی ما رو از دست قضاوت خودمون رها می‌کنه. ما نمی‌دونیم دوست داشتنی هستیم یا نه. نمیدونیم چقدر جذاب هستیم، نمیدونیم چقدر میتونیم در کارمون موفق بشیم. تنها راه رسیدن به چیزها اینه که نسبت به همشون نامطمئن بمونیم و برای پیدا کردنشون از طریق تجربه و باز پذیرا باشیم. عدم اطمینان ریشه همه پیشرفت‌ها و رشد‌هاست. همونطور که قدیمی‌ها میگن، کسی که فکر میکنه همه چی رو میدونه هیچ چی یاد نمیگیره. باید اول یه چیزی رو ندونیم که بتونیم هر چیزی رو یاد بگیریم. هرچه بیشتر به ندونستنمون اعتراف کنیم فرصتهای بیشتری برای یادگیری میاد سراغمون. ارزشهای ما معیوب و ناقصن، و اگه بنا رو بر این بذاریم که اونا رو بی‌عیب و کاملن، خودمون رو در یک طرز فکر دوگماتیک خطرناک قرار دادیم که ماحصلش چیزی نیست جز خودمحقبینی و فرار از مسئولیت‌ها. تنها راه حل مشکلاتمون اینه که اول اقرار کنیم به اینکه کارها و باورهامون تا به امروز اشتباه بودن و جواب نمیدن. این آغوش باز نسبت به اشتباه بودن باید باشه تا هر نوع
تغییر یا رشد واقعی صورت بگیره. قبل از اینکه بتونیم به ارزش‌ها و اولویت بندی‌هامون نگاه کنیم و اونها رو به چیزهای بهتر و سالمتری تبدیل کنیم، باید اول نسبت به ارزش‌های کنونیمون نامطمئن بشیم. باید اونا رو از لحاظ ذهنی از خودمون جدا کنیم، به کاستی ها و سوگیری هاشون نگاه کنیم، ببینیم که چجوری با بقیه دنیا همخوانی نداره. تو چشمای جهان نگاه کنیم و سر تسلیم فرود بیاریم، چون جهل ما از خودمون خیلی بزرگتره. قانون اجتناب منسون. احتمالاً در مورد قانون پارکینسون چیزایی شنیدید. کار کش میاد تا اون بازی زمانی که براش در نظر گرفته شده رو پر کنه. و بیشک قانون مورفی هم که به گوشتون خورده، هر چیزی که بتونه به فنا بره به فنا میره. خب دفعه بعد که توی یک مهمونی پرفیس و افاده بودین و میخواستین با یکی لاس روشن فکری بزنین، قانون اشتراب منسون رو بهش بگیم. هرچه بیشتر چیزی هویتتون رو تهدید کنه، بیشتر ازش اجتناب میکنیم. و این یعنی هرچقدر چیزی طرز نگاه شما به خودتون رو تهدید کنه، یا اینکه چقدر خودتون رو آدم موفق یا ناموفقی میدونید، یا اینکه چقدر در زندگی به ارزشاتون پایبند هستید، به همون میزان از انجام دادنش اجتناب میکنید. دونستن این که جایگاه شما در دنیا چیه، امنیت و راحتی خاصی داره. هر چیزی که این راحتی رو متلاطم کنه، حتی اگر قرار باشه زندگیتون رو بهتر کنه، ذاتاً ترسناکه. قانون منسون رو میشه هم به چیزهای خوب و هم به چیزهای بد زندگی اعمال کرد. اینکه 100 میلیارد پول در بیاری به همون میزان هویت شما رو تهدید میکنه که همه دارایی تو از دست بدی. اینکه یک ستاره مشهور موسیقی بشی به همون اندازه هویت شما رو تهدید میکنه که کارت رو از دست بدی. به همین دلیله که آدم‌ها اینقدر از موفقیت میترسن، دقیقاً به همون دلیل که از شکست میترسن، چون کسی که باور دارند هستن رو تهدید میکنه. تو از نوشتن اون فیلم نامه که همیشه رویاشو در سر میپروروندی اجتناب میکنی، چون اگه این کار رو بکنی، هویتت به عنوان کارشناس فروش بیمه زیر سوال میره. از صحبت کردن با همسرت در مورد این که روی تخت ماجراجوتر باشی اجتناب میکنی، چون این مکالمه هویتت به عنوان یک زن اخلاق مدار محجوب رو به چالش میکشه. از اینکه به رفیقت بگی دیگه نمیخوای ببینیش تفره میری، چون تمام کردن اون دوستی با هویتت به عنوان یک آدم مهربون با گذشت تناقض داره. اینها فرصتهای خوبی هستند که ما مدام اجازه میدیم از دستمون لیز بخورن، چون شیوهی که ما خودمون رو میبینیم و باور داریم هستیم رو تهدید میکنن. چون ارزشهایی که انتخاب کردیم و یاد گرفتیم با آشون زندگیمون رو بچرخونیم و تهدید میکنن. دوستی داشتم که مدتهای زیادی در مورد این حرف میزد که میخواد نقاشیهاشو بذاره توی اینستاگرام و براشون سایت بزنه، به امید این که به یک آرتیست حرفه‌ای یا لااقل نیمه حرفه‌ای تبدیل بشه. سالها در مورد این قضیه برامون حرف زد، براش پول جمع کرد، حتی چند تا وبسایت ساخت، ولی هیچ وقت اونا رو آپلود نکرد. همیشه هم براش دلیلی داشت. با این که به تازگی کار بهتری پیدا کرده بود، یا هنوز در شرایطی نبود که به اندازه کافی براش وقت بذاره، هی دلیل می آورد. سالها به همین منوال گذشت و اون هیچ وقت از کار اصلیش نیومد بیرون. چرا؟ چون با وجود همه رویا پردازی ها در مورد کسب درآمد از هنرش، احتمال این که تبدیل به هنرمندی بشه که هیچ خواهانی نداره خیلی ترسناکتر از این بود که
هنرمندی باشه که هیچ کس چیزی ازش نشنیده بود. حداقل الان راحت بود و به هنرمندی که هیچ کس چیزی ازش نشنیده بود عادت کرده بود. یه رفیق دیگه داشتم که خیلی پارتی میکرد. همش بیرون بود و دنبال این دختر و اون دختر و اون داغ. بعد از چند سال زندگی سرخوشانه و چتمس یه ها دید که خیلی تنها و افسرده و از لحاظ بدنی تکیده شده. میخواست سبک زندگی مهمون بازیش رو بذاره کنار. همیشه با حالتی پر از حسادت در مورد ما که تو رابطه هستیم و سر و سامون گرفتیم حرف میزد. ولی با این وجود هیچ وقت تغییر نکرد. سالها به همین منوال گذشت. شبهای تو خالی و پوچ و بطریهای مشروب پشت سر هم می اومدن و می رفتن. همیشه هم عذر و بهانه‌ای داشت. همیشه دلیلی داشت که چرا آروم نمی گیره. به خیال این سبک زندگی شدن تهدید جدی برای هویتش محسوب می شد. پسر پارتی کن، اون خودش رو فقط اینجوری می شناخت. رها کردنش مثل یک خودکشی بود. همه برای خودمون ارزش‌هایی داریم. از این ارزش‌ها محافظت می‌کنیم، سعی می‌کنیم زندگیمون رو بر اساس این ارزش‌ها بچرخونیم، توجیه و حفظشون کنیم. حتی اگر خودآگاهانه این کارها رو نکنیم، مغز ما اینجوری سیم‌کشی و طراحی شده. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، به طرز ناجوانمردانه‌ای نسبت به چیزهایی که تا الان میدونیم و مسلم میپنداریم جانبداری میکنیم. اگه باور داشته باشم که آدم مهربونی هستم، از شرایطی که با این باور در تناقض هستن اجتناب میکنم. اگه باور داشته باشم که آشپز خفنی هستم، دنبال فرصتهایی میرم که مرتبا این رو به خودم ثابت کنم. باور همیشه جلوتره. تا وقتی که نگرشمون نسبت به خودمون رو تغییر ندیم، باور به این که چی هستیم و چی نیستیم رو تغییر ندیم، نمیتونیم بر تفرقه‌روی و استراب غلبه کنیم، نمیتونیم تغییر کنیم. در این راه شناخت خود با پیدا کردن خود میتونه خطرناک باشه، میتونه نقش شما رو در یک قاب سفت و محکم بتون بیزی کنه و با انتظارات غیر ضروری گیر بندازه. میتونه درهای ظرفیت داخلی و فرصتهای بیرونی رو به روی شما ببنده. من میگم خودت رو پیدا نکن. میگم هیچ وقت ندون کی هستی، چون این چیزیه که تو رو در تکاپو در مسیر کشف نگه میداره و مجبورت میکنه در قضاوت‌هات و پذیرش تفاوت‌های دیگران فروتن باشی.